همایگان و تایمایگان با من با صدای ایرج در ولایت زیبای ننگرهار یا هم شهر همیشه بهار خوش آمدید. دوستان عزیز، ما همایگان تایمایگان این بار آمدیم به ولسوالی بتیکوت، جایی که صادرکننده مالتا به سراسر افغانستان است. تا از این ولسوالی سرسبز زیبا و دیدنی دیدن بکنیم، داشتهای خیلی خوبی را مد نظر گرفتیم که تقدیم شما ایزان بکنیم. تا یک ساعت بیننده برنامه خودتان های میدان و تای میدان با من با صدای ایرج باشید. و فعلا هم ما در جای قرار داریم که ایجرا به نام تونل سبز میگن، به خاطر از این دوستان عزیز برش تونل سبز میگن که دو طرف این جاده پوشیده از درختهای سبز است که همیشه وقت سبز است و به زیبایی از این محل افزوده. و در ضمنش هم این هم راه ترانزیتی است میان شهر جلال آباد و بندر تورخم که از این مسیر عبور و مرور میکنن. و قسمی که دوستان من گفتم، بازار مالتا، بازار جمع جوش مالتا از اینجا پیداست. به هر طرف این سرک که نگاه میکنیم، دوستان و هموطنای عزیز و نازنین ما هستند که همون محصولات و فراورده هایشان آوردن اینجا به فروش میرسانند به کسایی که از این مسیر عبور و مرور میکنن. دیگه تا پایان برنامه با ما باشین و ما را دنبال بکنین. ناگفتن نمانه که انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن. با انرژی اتک قدرت و انرژی باقی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پر قدرت. بفرما استاد، خودتان بخو که یک ذره انرژی بگیری، اما تو به سرعت بری که ما زیاد میخوایم که بریم به باغا. بخیر. به به، نام خدا. دوستانم، به جای آمدیم که دیگه جمعی کوت مالته. سلام برسید صاحب. صحتتون خوب؟ بخیر هست انشاءالله. عافیت داری؟ جور هست؟ اجازه است؟ بیشی بیادر بیشی. خوب هست انشاءالله؟ خیر 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 هست. چطور هستی؟ جان قربانت، بخیر باشی، سلامت باشی. نام خدا، دیگه شما دیگه پر از ویتامین سیستین. آه بخیر. میشه خدا معرفی هم بکنی برای ما؟ اسم ما فضل الهی، از ولایت کنر، دره پیچ. خو خودت از ولایت کنر به اینجا اومدی؟ خوب هستی ان شاء الله؟ خیر و خیرت، شما خوب هستین؟ بخیر باشی. چطور بود امسال حاصلات مالتا در ولایت ننگرهار؟ خوب است. امسال از دیگه سالا که خوب است، بخیر. مالتا حاصل خوب داده. بسیار خوب، بسیار خوب. چند رقم مالتا اینجا نهالایش است و چطور آورده شدی درختای مالتا به اینجا غرس شد؟ اینجا 3 رقم مالتا است. یکیش بلیت، کالا بلیت که برش میگه، اون رنگ سرخ داره. خواه. یکی دیگه موسمی برش میگه، او یک دانه دیگه داره، ای ترخه داره است. او خوبش نیست، همی کالا بلیت که هست، ای خوبش هست. خواه. ای با سی رقم هست؟ ای کالا بلیت هستی. خواه. ای دیگه مالته خوب هست؟ مالته خوب هست، ها. فکر میکنم که چینده در ازی هم دوستا یک مهارت خاص کار داره، بخاطر ازی که اتو گدوت چینده نمیشه. آه بیادر، ای که استاز نباشه، هر کسی نمیتانه کده. بیخی باید استادی داشته باشی باید دیگه؟ استادی داشته باشی، باید سه پر کده باشی، انگور پر کده باشی، زردالو هر چیز پر کرده باشی، میتونی باز. خو این رقم خونه ایست که دیگه پایینش خراب باشه بالاش؟ نه پا خرابش او طرف میکشیم، چار سه قسم مال میکشیم. سه قسم مال کشیده میشه؟ چه قسم؟ یکیش ای سپیشلش هست، دیگه ازی که ریزه هست، گوله هست، یکیش هم کران کران که هست، بیخی بیکار مال. او را بیل میکشیم، یکیش خسته است که او بیخی ایتو میباشه که غریب مردم خورده میتانه، دیگه سرمایه دار میخوره.
خواهش سرمایه دار میخوره دیگه. دمی هر چیز کس سرمایه دار بود دیگه او فایده خوب میکنه. چیزا میخوره سرمایه دار. خب چطور است با قیمتا سیر چند است مالتا امی کارتنا؟ این کارتن سی مختلف پروخته میشه. 500 روپیه هم کارتن میباشه، 300 روپیه هم میباشه، 400 روپیه هم میباشه. کارتن های از نظر دیگه با مالتا است مالتا است که چی رقم خوب رنگ داشته باشه و خوب پروخته میشه، که رنگش کمک خراب ضعیف میباشه او باز ازو کرده کمک 400 300 دیتو پروخته میشه. خب بسیار خوب. در یک فصل خو یک بار حاصل میته مالتا دیگه؟ آه یک بار در یک سال؟ در یک سال یک دفعه حاصل میته. یک بار حاصل میته که فعلا هم امی وقت حاصلاتش است. در حدود اینجا چقدر باغای مالتا است در این منطقه؟ اینجا زیاد است تقریبا که خوب دمی کل افغانستان مال رسانده میتونه اینجا از اینجا از این بادی کورد که چقدر مالتا است کلش دمی خود افغانستان پروخته میشه، بار نمیره خارج نمیره. ایج بیرون از کشور نمیره؟ نه نه در خود افغانستان ایلی میشه. امیدوار هستیم دوستا که مالتا و حاصلات وطن ما را بتونیم به بیرون از کشور هم صادر بکنیم، چون کیفیت خوب و طعم خیلی خوب هم داره در حین حالش. و در ضمن از اون ما شاهد می هستیم که فعلا هم در بازارها نسبت به مالته وطنی فروش مالته کشورهای دیگه زیاد است و قیمتش هم نسبت به این بلندتر است. و چه خوب است که از مالته خود ما صادر بکنیم به کشورهای بیرونی و در ضمنش هم که در چرخه اقتصاد خانواده ها و کشور نقش بسیار مهم داره. بله عالمی مالته خوب است، چی بفهمیم که این مالته خوب است این مالته خراب است؟ ما مدعی میفهمیم، ما کلا میکرد سازه ایجه که استازه است یا خودش میشناسه مالته جزش میشناسه که این شیرین است این کمک پیکه است. خب این حال یک دانه خوب شد برای ما توتا بکنیم ببینیم و مزه شد با دوستان بگویم که بسیار خوب برکنیم بکنیم بیادر باز خودت هم نمره استادی را بتیم باش که ما برات یک مهمان هستیم که برات تو قربانت شم بخیر باشی خاطر از اینکه طرف شما ما میایم باز در خدمت تو هستیم در خدمت خدا کل افغانستان به اتفاق کنه اینو میتونه بیا در بگی بشک. دوستای عزیز جایتان خالی من بیا در خند که مهمان نوازیت خوب شو خیر ببینید خپه نشوین از ما قربانتان شوم بخیر باشین. واقعا دوستا که یک مالته فوق العاده خوب است و بسیار آبدار هم است. آبدار است ها. ده چند چند قسمش است. ده می مالته یک رقم سه چهار رقم قسمه داره. واقعا دوستا که امی هر میوه تازه زمانی که از درخت کنده میشه باز مزه و لذتش زیادتر است. یا نمیفهم میجه زیاد است اما تو بر ما معلوم میشه ولی در واقع که خیلی خوشمزه است. شما چطور است؟ روزانه چند دانه مالته حتما خوب زیاد میخورین دیگه؟ آه ما میخوریم خود تو بمو روز یک دو سه سیر؟ نه یک نمیخوریم بیادر یک که دو سه سیر خوردیم بیچارم برای غریبی گرفته که ما ای تو بخوریم این چیزی باز پیدا نمیتونه کنه. روزی چهار دانه یا سه دانه پنج دانه میخوریم نوش جانتا. چند نفری جا فعلا مصروف از کاروبار میکنن؟ تقریبا که اینجا علی 300 400 نفر هستیم ما کدوم 3 400 نفر است. اینا رو باز روزمزد است دیگه؟ روزمزد است نه ماهانه است اینجا کلش ماهانه معاش میتا برش. ها نان هر چیز برش از طرف هم ٹھیکادار کی گرفته او میتا برش. خب بسیار خوب. این حالا امی درخت های مالتا بگویم چه قسم آورده شد به ولایت ننگرهار چقدر دیر میشه؟ ایرا خو اصلی نیالیش که است ایرا از کنار میاره اوجا میشه پارمایش از کلان کلان. خب از اوجا میاره ایجا باز کش میکنه مردم به اجاره میگیره ای زمین را با خاطر ازی که مالتا شوا باز در زمین کش میکنه مردم کلش سال به سال زیاد شده میره بخیر. خب پیشتر امیجا دوستا گفتن که خودت فکر میکنم که یک دکتر هم هستی؟ هستیم ما خود ما ای تو هستیم که در این باغا در پاکستان هم کار میکنیم میج هم کار میکنیم دنگور هم میکنیم زردالور هم کار میکنیم طرف قربان میریم طرف وردک میریم کلی ما این همی کاروبار ما هست. بشک بشک ماشاءالله. حالا دوستا بیشتر جا که می زراعت که از شکل مدرن با خود گرفته اما تاسنی و به خاطر از اینکه ما یک زراعت مدرن داشته باشیم و حاصلات خوبتر هم بتیم ضرورت به افراد تخصصی است که تخصص دارن در کار و امور رشته میاین و امو روی حاصلات هم بسیار نقش داره واسه کسی که تخصصی کار کنه. کسی که تجربه نداشته باشه ایره نمیتونه کده نمیتونه علی که نفر این همی تو چیزا بیاری وی چیزا هم کرد نه کنده میتونه نه پر کده میتونه نه چند کده میتونه. چطور است اگه ما بخوایم مثلا کار شروع بکنم میتونم نتیجه میگیرم یا نه؟ میتونی خو کم وقت شاگردی را میکنی باز میتونی. آه تا که یک دوره شاگردی سپیر نشد اگر؟ در کار که شاگردی نباشه او را نمیتونه کده نمیشه.
خب بریم خیلی دوستا عزیز، اگر شما موافق باشین به طرف درخت ها باز یک صحبت هایی که چقدر حاصل میته، نهال ها چه قسم است، او صحبت ها هم داشته باشیم. خوب است؟ بریم بخیر. بریم بخیر استاد خان. واقعا دوستا که اینجا دیگه یک آب و هوای بسیار خوب، بسیار خوشبوی، یک فضای به حد متفاوت و مزه دار. دیدن هر دانه از این مالتا و نارنج با این رنگای نارنجیش زیبایی از این محل از زیادتر ساخته و خوشایند ساخته. بله. استاد عزیز برای ما بگو که یک درخت در سالانه چقدر حاصل میده، یعنی در حدود چند سیر حاصل میده؟ یک درخت در حدود 20 سیر، 25 سیر ایتو میده حاصل میده در یک سال. در یک سال؟ که دیگه سال یک سال که پر آمد دیگه سال باز اتو نمیه، کم میده. خب از 20 ساله نهی که کدام سال پر بیایه، باز دیگه سال کمه که کم میایه. باز یک سال یعنی خوب حاصل میده، یک سال کم؟ یک سال کم میده، خاطر ازی که دهی درخت هاست، یک درخت که یک سال حاصل داد دیگه سال باز نمیده، دیگه درخت ها که هست و دیگه سال باز او حاصل میده. در باغ مختلف درخت هاست. خب پرورش هم فکر میکنم بسیار سخت است دیگه. سخت است. جنجالی است. جنجالی است. ایره که نه بوته را کشاندی برای ازی خوب جوی چه جور میشه کلان جای برش چهار متر باید مسافه داشته باشه. خب یک درخت از دیگه درخت باید فاصلهش 4 متر باشه. 4 متر باشه. 4 الا 5 متر ای تو میای کی درختای د یک د دیگه نره کی هفته و پایان وفته دی. اگر نفته ای باز بار نمیته. درست. بس چی رقم اسی یعنی تخم شانده میشه یا قلمه میشه؟ ای قلمه میشه، تخمش هم شانده میشه. د افغانستان زیاد قلمه میشه. د دیگه چیز کی است؟ بازو جا تخمایش رقم تخم شانده میشه. خب ما خاطر ازی که ملک ما یک پیشرفته نیست، اینجا کلش قلم میشه. اینجا بیشتر هم قلم ها میشه. قلم ها میشه. باز پیوند هم میکنن با دیگه درخت هایی را یا نه؟ دوی پیوند ازی میشه، خود نارنج میشه. در خود ازی جز مالتا میشه، در دیگه چیز ازی پیوند ازی نمیشه. درست، کمی خاندان ستروز برش میگن. لیمو، نارنج. خاندان خوب دهی نارنج میایه، لیمبو میایه. دهی ازی قلم ازی دهی او میشه. خدا دیگه میوانه میشه باز. خب مقصد دوستایی رو نگیرین که در تو دال و بلو پیوند. نه بیادر، هر جز در جز خود میشه. جز خودش، بله بله، به این شکل است. دیگه اینجا یک فضای کاملا خوب است. بگی این حالا برم یک مالتا از درخت بکن که او دیگه باز مزهش دیگه رقم است. چطور؟ از درخت برد یک دانه. یک مالتا از درخت باز قربانت شوم. اینه که شما میمانه استین، اینه از درخت برد. خدا را شکر که تاله مادهی بود که امی چاقوی خودت بجه به تیار بود. اگر باز چاقو نمی داشتی دیگه؟ نه، چاقو خما خاطر کریتا و چیزا را بجه به خود میمانیم. جنگل از صد رقم گپ میایه دیگه میایه. خاطر خود نیه نبیادر جان. بفرمایین نال یک توتا خودت هم بگی ازش. اینا. خیلی هم شیرین، ما پیشتر هم تکرار کردم ولی واقع در قدر مزش تعریف بکنم کم است. خوب است که از میوه های وطن خود ما استفاده بکنیم. استاد عزیزم برای ما بگو که یک درخت چقدر دیر بعد حاصل میده؟ باز تاک سر حاصل میده درخت؟ این سر حاصل که میده بیادر 3 یا 4 سال بعد این خوب صحیح حاصل میکنه. حاصل میکنه. خب باز طریقه نگهداری و کدیش چی رقم است؟ کد ایوانی است؟ کد کیمیایی است؟ کد ایوانی برای از این ما میندازیم، کد کیمیایی برش میندازیم. و سیاد کود سیاه او را برش میدیم سال به سال که او را نتی بار نمیکنه. کود کیمیایی یا خانه ای ایران برش میندازیم، زمین برش چار در چار زمین کلش برش چیز میکنیم، باز برش میندازیم. آب دیش باز چه قسم است؟ آبیاری؟ آب دیش هم تقریبا که تو 10 روز بعد 15 روز بعد دمی گرمی ایره باید او داده شوا که در خونکی او کم داده شوا چه پرق نمیکنه، در گرمی که تپ نکنه و باز دانش خشک میآید کدش. درست درست، یعنی هر روز هم آب نمیخوره دیگه؟ نه نه، هر روز نمیخوره بیاد. درست. بخیر باشی استاد قند، اگه مایل باشی بریم یک بار می شوی قد کردنشون با دوستانشون بتیم که ما پیشتر برشون گفتم. خوب است، ببینیم. رفی جان هم تو مالتا میخوره که هم کار میکنم مالتا میخوره.
ای جای کار ما سی بچاست. اینجا دوستا جایی است که دیگه برادرها و عزیزای جام مالتا را کات میکنن. اینا ما هم می ایره چی میگن؟ ایره شکاری میگه برای مال استور دور کردن. درست، ما یک امو استلایش یادم رفت دوستا، می توگری میگه یکی از همکارا صدا کرد. خب ما توگری سابق خمیر میگرفتیم و که قدر زیاد چقر نبودی مثل تشت داریز به او خاطر. خب دادرا شما جور هستی؟ صحتان خوب است؟ بخیر هستین؟ خب استاد اینا رو فکر میکنم همی خودت اینمی قیچی را بگیری دیگر نشان بدی که چی رقم قط میشه ما خوش میشیم بر ایره که ما هستیم دو رقم قط میکنیم، یک برای بازار یک برای شتور قط میکنیم. خب برای بازار که هست ای قلمایش کلان میکنیم ایشا، باز که با سردخانه میبریم میره با دو تک میتیم. خو خو برای بازار چور کلان میگی میمانین؟ خاطر ازی که اوجه در بازار خوب معلوم میشه، پروختش خوب میباشه، دندر خودش وزنش هم زیاد میشه. وزنش نه، وزنش قضیات نمیه. نه وزنش قد تفاوت نمیه. خب ولیکن امو زیبا معلوم میشه. اگر دوستام که فعلا برنامه رو میبینن، شخصا خودم هم دوستم بعض وقتا که اگر رومی یا بعض میوه رو کلا میگیره که باسم و برگاش میباشه میگه خوب تازه است. اما برگاش در بازار میچله. ایره که باز ما بر استور چیز میکنیم، میره دو یک دفعه اوجه در درخت میزنیم، باز دو دفعه دهیجه میزنیم، خاطر ازی که ده یک دیگه نره زخمی میشه. باز در استور نمیبازه، سرخانه وقت نمیکشه. ایخه هر میوه که زخمی باشه در سرخانه وقت نمیکشه، او باز داغی میشه، خراب میشه. خراب میشه باز او خراب شدنش باعث چیزی میشه که دیگه میوه که دیوا میگم ما که در مکرر چی باشه او هم خراب میشه، خراب میکنه. اینا دوستا توفه ما هم رسید بخیر. خیر ببینه ایم مالته وطن، حاصلات وطن که افتخار وطن است واقعا. بگی لالا که گرنگ شد. خب دیگه در ضمن از اون میخواد تو تکانده نمیشه نه که؟ نه ما بر تکانده نیره نمیمانیم. میجه یک نفر دو نفر میکنه، دی یک نفرش در شکری میندازه، باز در اوجه میبره، اوجه هم خوب بقرار چیز میشه. از بازار که باشه او که کم چیز شوی دی پوستش خودش یک او داره. خاطر ازی که یاویش رفتم باز در شتور نمیمانه. ای تو سعی کن خب باز در شتور وقت ای نمیپایه نمیمانه بله. ایره ای نمیتو مثل تخم واری در شکری میمانیم، اوجه باز پرش میکنید در جالیا پر میکنیم. خب دوستا واقعا میبینین که یک نهال زمانی که غرس میشه تا زمانی که حاصل میته، بعدش هم زمانی که حاصل میته، چقدر ری زحمت ها را سپری میکنه تا ای که با مارکت ها و با بازار ها قرار میگیره و ما ازش استفاده میکنیم. زحمت های زیادی را میکشه و ما حالا هم بیخی با یاد سفر ما به غزنی افتیدم، زمانی که ما در یک باغ به میشکل یک باغ سیب بودیم. امت شما هم وطن عزیز ما واقعا دوست دارم، آرزو میکنم که همتان خوش باشین. استاد از خودتان بسیار زیاد تشکر. دیگه بیادران مصروف است، ما هم یک چند دان از اینجا مالتا جمع میکنیم. از دل شما هم در ادامه برنامه با ما باشین، داشته های خوب ما هنوز باقی مانده. عزیز جان برای خود یک چند دان مالتا را برای شما بیادر خودتا ما کدام پیام کدام گفتنی داری که امراد خدمتت است؟ پیام مایی است که خدا پاک در افغانستان ارامی را بیاره، خدا افغانه را به اتفاق کنه کلیتان، دمی ملک خدا یک سول آرامی را بیاره. الهی آمین. بخیر باشین، سلامت بریم. بخیر اینم خب بس از دیگه. هموطنان نازنین، هم قسمی که ما همیشه گفتیم ننگرهار شهر همیشه بهار است، حالا میتونیم خوبتر و واضحتر هم ببینیم دوستا. با وجود ازی که زمستان است ولی تمام جا را میبینیم که سبز میزنه. ما از ولسوالی بتیکود دیدن کردیم، از باغهای مالته و آیستا آیستا های میدان تای میدان رسیدیم به
قریه سمرخیل که واقعا یک قریه خیلی زیباست، آب جاری داره و درخت های همونطور سبز، و به اون طرف هم که میبینیم دوستا پوشیده است همی درخت های زیتون است که واقعا در اقتصاد ولایت ننگرهار و نه تنها بلکه در اقتصاد افغانستان نقش کلیدی داره. و پیش از همه چیز توجه ما را هم زیارتی به خود جلب کرد که به نام زیارت میالی صاحب است و کسایی که مریضی روانی دارن به زیارت آورده میشن. پیش از همه چیز میخوایم که بریم یک سر بزنیم به زیارت و بعدش هم بیایم قصه های خوبی را در ادامه برنامه در قریه سمرخیل هم داشته باشیم. دوستان ما هنوز هم در منطقه سمرخیل هستیم و فعلا هم آمدیم به زیارت میالی صاحب و در کنار ما هم آقای مالک است، یکی از مجاورین ازی زیارت، و بیشتر در رابطه به شخصیت میالی صاحب است زبان شما مشتیم. حضرت میالی صاحب که بود اصلا بنیاد از غزنی بود، از غزنی حرکت کده بود که تیموردای خود به هندستان رفته بود به جنگ. پس اوجا که جنگ کده بود پس آمده بود ایجا یک علاقه است به نام خورایت می شورا یک دشت است، دمو خیمه زده بود که تیموردای خود آموجا بود. ایجا که بود یک چند تا خانه بود و خانه چیز بود پپلزیه بود، درست زمین های که بود کلی از این مردم بود. بعد که دیده بود که خوب آدم است، موردا دارن، مازخان است، پریزگار است، پس برای ازی سوال کده بود که تو جای نرو ایجا برای ما چیز میگه همی فیرنگی همه یه خویی با همی بانه معطل کده بود. خویی همی جا معطل شد، همی زمینه کتش نصف کد، گفت میلیس هم نصف زمینه از تو نصف پیش از ما و تو همی جا باش. بعضی همی جا بود کتی موردای خود، همی روی بروی که میبینی مواجد میلیس هم هست، مسجد هم بنام میلیس هم بنام میلیس هم پیش کونه بود، حالی جور کدیم نو در سرش کار میکنم. ماشاءالله بنیاد ازلی اصلا از غزنی بود. از غزنی بود. از این بر ما بگوین که ما که آمدیم ما اینجا دوستا گفتن که بیشتر کسایی که مریضی روانی دارن به اینجا آورده میشن، چه قسم از قصه بکو بر ما هم؟ خب این طور است که چه قم مریضی دستی چی دیوانه شده باشه او با دکتره با شارت زدن نبرده باشه، نوی که اینجا بسته شود یک روز در دو روز بیخی جورتر میشه با حکم خدا با برکت ملیسی هم. بشک شفادنده الله متعال است. ولی یک چیز دیگر که من ازتان بپرسم، این که من چندین تا دوستا رو دیدم مثلا شیشتن و فعلا هم از همین مشکل روانی دارن که اینجا دوستا میبینن و تصویرم اینا، پس چرا تا حال جور نشده؟ ای از قریه ما که باشن که دو سال بسته کنی ای جور نمیشه. کسایی که در این قریه، این قریه به نام چی یاد میشه؟ سمرخیل میلی. سمرخیل مربوط چند نای نوم میشه؟ نوم میشه. مربوط نای نوم میشه و کسایی که در این منطقه زندگی میکنن اگر اینا مشکل هم داشته باشن اینجا جور نمیشن؟ نمیشن. از ولایت سایر ولایت که کسی که اینجا آورده شده خود دیدی با چشمای خود که نفر بعد از یک روز، دو روز یا ده روز یا 20 روز جور شده باشه؟ یه طور دیدم از لوگر برای ما آورد، بسیار یک جوانی کاکا بود دیگه او خوب قوی بود. خوی یه باش نپر بسته کردیم، باش نپر که بسته کردیم بسیار یک ماریبای آدم بود دیگه. و باش نپر که بسته کردیم اینجا اتاقه بود پیش او را خراب کردیم. نو شو باران شد، شو که باران شد صبح که ما آمدیم بریازی چای آوردیم، که چای برش آوردیم یک دپا خیس مرا از ما پچی میگیره، دستای مرا پچی میکنه، گفت ما را آغازی ما خود جور تیار شدیم. همی چیز گفت که شما هست ما همی جا جنجیر مرا ایلکو ما همی خدمت دیوانه را میکنم. و بعض از جنجیر ایلک هستیم و جا قرار میشیشت همو خدمت دیوانه را میکنم. چل روز خود اینجا تیر کرد ولیم زنده است در لوگر است. یه طور بسیار چیزا در همی پیش روی ما تیر شده جور شده. مالک صاحب شما برای ما بگوین از خاطرهایی که در اینجا دارین یک شمیشه برای ما بگوین. خب خاطرهایش خویی است که ای از وقت فادر ما بود که چیز بود دیوانه بود ای همی مار و مار افتیده بود در پالو ازی آمده بود، ای که خورده بود همی مار کلش خورده بود
نو یک پونډیده بود، سه روزی پونډیده بود، بعد از سه روز گیم گم شده او آدم هم از دیوانگی خلاص و جور تیار شد. نامی خاطرات دا وقت پدر ما بود. بخیر و سلامت باشین. که شما زنده باش، کامیاب باش. خب دوستا، جدا از این مسائل و جدا از این که ما میدانیم که فعلا هم تکنولوژی و همچنان همین طب چقدر پیشرفت کرده، ولی بازم باورها و عقیده های متفاوت است که آدم در موردش بیشتر صحبت کرده نمیتونه، ولی ما باید متوجه باشیم و به همین کرامت انسانی را ارج بگذاریم و دوستا و عزیزا و هموطن های ما که مریض هستند ما اونا را نوازش بکنیم و در آغوش مهر خود بگیریم. شما هم در ادامه برنامه با ما باشین و حالا میریم و برنامه ادامه دارم. خب شما دیدین که ما قصه ها را در زیارت میالی صاحبم داشتیم و دوباره آمدیم به یکی از فارم های دولتی که واقعا یک فضای خیلی خوب داره و همین درخت ها و نهال ها اینجا غرس میشه. انجینیر صاحب خان محمد دوستم که منتظر ما بوده. سلام بسی جان، خوش آمدین. انجینیر صاحب عزیز، خوب هستین؟ سن شما خوب؟ بخیر هستین؟ سلام آمدین طرف دیار و مانگرهار، همیشه بهار، خوش آمدین. قربانتان. منتظر خود دیر نماندین. نه خیر، فرق نمیکنه، بر دوستا منتظر میباشه، فرق نمیکنه. رفتیم به طرف ولسوالی بتیکوت، از یکی از باغهای مالتا دیدن کردیم که واقعا بسیار خوش گذشت بر ما و همچنان آمدیم به یکی از زیارت ها و تا که رسیدیم ای میدان، تای میدان پیش شما. خوب شد، خوش آمدین، بخیر آمدین، انشاءالله چکره خوش گذشت باشه. سلامت باشین. میشه که در رابطه با می فضای از اینجا و امی فارم یا امی باقی صحبت داشته باشیم؟ بریم. بخیر. مهربانی. این منطقه که ما شما فعلا نمیجا موقعیت داریم، این منطقه سمرخیل میگه، مربوط خود مرکز جلال آباد میشه. بسیار خوب. و قریه بزرگ است که بسیار زیاد نفوس زندگی میکنه و ضمن نمیجا فارمای چیز است، دولتی است. فارم مسمر و غیر مسمر. خب از نگاه سیتروس و مثلا زیتون این چیزای بسیار زیاد است. بسیار. و ای هم از اون آبیاریش از اون کانال از مسیر درونتا که شروع شده از نمو آبیاری میشه، از نمو کانال آبیاری میشه. خب بیجا بله. زمینه پرورش کدام در درخت های مسمر و غیر مسمر فراهم ساخته؟ ضمن نیچه خو در دمی خود فارم بر شما بهتر معلوم است که در ولایت ننگرهار امی از خاندان سیتروس، بله یعنی مالتا و کینو و چکاوترا و اینمی چیزا میشه، ایجا بسیار حاصل هم میتن، نتیجه خوب هم داره. باز بنابر نمو دیگه ایجا ایشی شده فارمای نمی مالتا و فارمای نمی زیتون این چیزا رو بسیار زیاد ایجا ترویج دادن. ضمن یک فارم مایی هم هست ایجا. خب بسیار خوب. ما هم رای اولادا با شکر می آیم ایجا. خوب است، انشاءالله ازش دیدن میکنیم. ما اینجا دیدم که در نام خدا جوانای ما هم هستن که بازی کرکت انجام میتن و می آیند اینجا، چون واقعا یک فضای فوق العاده خوب است در استقامت و آب و هوا هم بسیار همتو معتدل، آب و هوای گرم. و در ضمن شو طرف من دیدم که درخت های ناجو است پرورش میتن، درست؟ بله. دیگه در ضمنش گل ها است، گیاه ها است که آیستا آیستا ما خودم میریم فکر میکنم به طرف درخت های زیتون. آجانا درخت های زیتون هم است و درخت های مالتا هم است. بفرمایید. خب حالا ما آمدیم به یکی از باغای زیتون که چقدر زیبا کنار هم و این فضا را به شکل یک فضای مثل یک جنگل ساخته. دیگه از بس که سبز میزنه بعض گوشهایش که آدم نگاه میکنه شاید مثل عزیز که فکر میکنه که تاریک شده باشه این منطقه. خب انجینیر صاحب عزیز برای ما بود که این فارم چه وقت جور شد؟ و بس جان عزیز، این فارم در وقت دوران اتحاد جماهیر شوروی جور شد. زمنان پالیزی که پیش از اینکه می باقی هیا شوه، پیش از او برزی کانال ساختن و دیگه امیجا از اون امیجا که میرین تا بر نزدیکای ترخم
که جوی 28 میگه آخرین جوی شونموست که از این خاندان سیتروس، مالتا و زیتون این چیزا تولید میشه باغش است و سابق مسئلین و امی خود متعلمین از مکاتب میآوردن و اینجا سرزیا زیتون چینی میکردن بعد دو به آمریکا انتقال میدادن. خب خب بسیار خوب. چقدر خوب هم ایام تعطیل خوب سپری میشد و در ضمنش هم یک آیدن بود برای خود اقتصاد کشور، مردم هم مصروف میشد. دقیقا خوب از برمو بگوین که این درخت های زیتون چه وقت حاصل میتن و فکر میکنم که درخت ها عمرشان هم زیاد میشه ازشان؟ درخت ها عمر زیاد است، تقریبا در حدود 40 سال ممکن باشه، 35 سال 40 سال عمر سی درخت است و ای در سال یک بار حاصل میده که حاصل جمع میشه با سمجه در خود ولایت ننگرهار که فارم هدا میکه برش دوشه امی فابریکه زیتون است که جا پروسس میشه و ای بسته‌بندی میشه بعد از او به بازار عرضه میشه. چند نوع زیتون است در این باغ؟ در دو نوع زیتون است، یک زیتون سیاه است یک زیتون سبز است که زیتون سیاهش به خاطر امی یگان روغن زیتون این چیزا استفاده میشه و بعد از پروسس به خوردن استفاده میشه آماده میشه. و حال بخیر کجا بریم؟ بعد از دیگه باسد جان بریم این فرم مایی را میبینیم که دولت کار کرده که مایی را ببینیم که چه قسم است. ما هم زیاد وقت نامدیم به شکر که آمدیم بار اول است یک جا خارفتیم خواد دیدیم خوب از بریم ببینیم که مایی ها زنده است یا نه؟ مایی زنده است در فرم جان میروانی بفرمایید. خب فعلا هم در این قسمت آمدیم به جایی که در این محل در این قریه سمرخیل فارم های ماهی ایجاد شده و این اوزشایی را که شما کنار هم میبینین و پیشتر که دوستان گفتن که به این شکل ادامه داره و چندین حوض دیگه ای است که زمینه خوب به خاطر پرورش ماهی فراهم ساخته. و بگوین بر ما انجینیر صاحب ازی که ایجاد دیگه چقدر دیر میشه که فارم ها است و این اوزشا است؟ در حدود 4 سال 5 سال میشه که ایجاد شده و این فارم دولتی است. اینجا چند قسم ماهی تولید میشه که یکی گراس برش میگه، یکی ماهی چینایی برش میگه و یکی ماهی وطنی. درست. یعنی دو سه نوع ماهی جا تولید میشه. فارم است بس از همینجا مردم میخرن میبرن طرف کابل و دیگه ولایت ها. خب بس سایر ولایت ها از همینجا دیگه انتقال پیدا میکنه. و اینجا دوستا عزیز نسبتا قیمت ماهی هم ارزان است نظر به سایر جاها که ما ماهی را که دیدیم اینجا نسبتاً قیمت هایش ارزان بود. دوستان شما میبینید که همین برادرای ما از دو طرف همین اوزچه جال انداختن و آمدن تا همین ختمش و اینجا هم همو مایی ها را گرفتن و حالا همو چی میکنن به بوجی ها مندازن و روان میکنن به مایی پر و در سروبی گفتن نیم و همچنان سایر ولایت های افغانستان. دیگه انجینیر صاحبم خوشبختانه آمده و بیشتر صحبت ها امروزش می داشته باشیم. انجینیر صاحب سلام برسه. سلام علیکم. خوب است خوب است قراری است خیر و خیر شما خوب است انشاءالله. بفرمایید اگر سلامی هم دارین تقدیم بکنید. سلام علیکم، من روحالا مدیر مایپاروی فارم سمرخیل ریاست کانال. بسیار خوب، عوض یه چقدر دیر با تبدیل میشه؟ چون ما زمان که دوستا اگر متوجه باشین به دره آجر که رفتیم اما یک استقامت جایی که برای مایی بود و فارم مایی بود و آبی بود که آب در جریان بود همیشه وقت تغییر و تبدیل میخورد. اینجا که ما میبینیم چون فضا بسته است چقدر دیر باد همی آب از اینجا را تبدیل میکنین شما؟ یا بزی خود در تابستان ما همی تو به شکل جریان یک آم در جریان داشته میباشه. وال زمستان است دیگه مایی یقدر اکسیژن کار نداره در حالت استراحت است دیگه اکسیژن او یقدر روان جریان دریا چیز نداره دیگه ضرورت نداره به حساب از این بر ما بو کمی کلانترین مایی را که خودت دقیق در طول از قدر وقت در اینجا دیدی چقدر بوده؟ یاره 5 کیلو بوده. 5 کیلو بوده؟ خیلی خرد بوده. 5 کیلو نه بزرگ است دیگه، تقریبا ده یک سال یا قدر شده دیگه 5 کیلو. ده یک سال درست، انشالله با مرور زمان دیگه باز هم وزنشان هم زیاد میشه. زیاد شده میره و اینی مایه که ایره خو ما
به حساب یک انچه دو انچه چوچه را انداخته بودیم، چوچه مایا بود. و آل دینی مایا است که 200 گرم 300 گرم یار ما با سال آینده بزرگ میکنیم، کلان میکنیم. دیگه اینی ها شاید از 5 کیلو هم بالا برن. چند نفر اینجا کار میکنه و با این مایا که چی میتین؟ بایی خو اینی جا برای شفتل کشتیم، شما میمینین شفتل برش مندهیم، رشقه برش مندهیم، در زمنش یگان دانباب برش مندهیم، دانه مایی سودا میشد. خواست دانه مخصوص مایی هم برشان مندهیم؟ مخصوص از او هم مندهیم. و اینجا چقدر نفر کار میکنه؟ دهی تقریبا از 10 الی 15 نفر فعلا کار میکنه. انجینر صاحب چطور است؟ از بود اقتصادی چقدر نقش داره اینجا؟ بسیار زیاد. یکی خو چقدر که فارم مایی زیاد شده میره، اما قدر وطن ما شما خودکفا میشه. سابق که بود همین مایی از پاکستان و سایر دیگه مملکت های همسایه ما استفاده میشد، صادر میکردن نیجا به افغانستان. حالا امید به این است که اگر نمی قسم فارمایی هیا شوه، امیدوار هستیم که ما صادر کننده مایی هم باشیم. با ان شاء الله بخیر. بخیر باشین شما هم انجینر صاحب. خداوند حفظتان بکنه و موفق و سربلند باشین. همچنان زنده باشی برادر. تشکر. خب چی کنیم انجینر صاحب؟ ما خودتام مایی را بخریم، ببریم طرف خانه پخته کنیم دیگه. یک مایی خوری کنیم. مایی خوری هم کنیم جان. خوب گپ است. از مایی نگران هم یک لذت ببریم نه؟ بسیار خوب گپ است. بریم ببینیم اونجا باز انتخاب میکنیم. واسجان دیگه نمی دیگه فرمای دیگه است، از چیز بخش زونم دیگه فرماست دیگه. حالا ما انجینر صاحب گفتیم که یک چیزی مایی هم برام بیار دیگه، عمر گرفته خاطر رفتیم طرف. والا لطف کردی واقعا کی جا همین اوسا زیاد دیده میشه. امیدوار هستیم که اینا ایشون بخیر و به خوبی فال شوه. تشکر انجینر صاحب. زنده باشید. این ثبت شوم جایزه ایش است فکر کنم. آ ایره برای شما یه تحفه دادن کشیس. خیر ببینید. تشکر. تشکر از شما برادر. آفرین باشم. جا دارک تشکرم بکنیم از حامی برنامه ما انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودند. با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی و موفقیتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت. بفرمایید انجینر صاحب. گفت نگوی مایی آوردن برای ما انرژی ندادن. زنده باشید. بفرمایید. توفه خدا برتان دادم شما. ایره توفه کردن زنده باشید. فرمانتان. نه جدا از پولی هم توفه بود. خب دوستان ما هم صحبت های خود داشتیم دیگه. بخیر باشین انجینر صاحب. بریم بخیر ما خودتم. تشکر انجینر صاحب. شما هم تشکر بیارم. بخیر باشین. ما یک که مار نبریم. میارن نه میارن نه برای خود. میارن نه میمانوازی میکنن. خب هموطنای نازنین و عزیزم، بام بود و شام شد و ما هم آهسته آهسته زیبایی ها و دیدنی های ولایت زیبای ننگرهار را دیده با انجینر صاحب آمدیم به خانه و قسمی که شما از امی فضا و چهار اطراف ما میبینین، انجینر صاحب در عین حال که یک شخصیت خیلی مهمان نواز است و توجه زیاد به گل و زیبایی ها هم داره. اول خوب خوش آمدید میگم باسد جان عزیز به دیار فقیرانه ما با ننگرهار همیشه بهار. بخیر باشین. شما را خوش آمدید میگم امرای میمانتان. قربان شدم که دیدمتانه. سلامت باشین انجینر صاحب. از این بر ما بگو که همی مایی را خو یک جا گرفتیم، حالا از این بگو که بودنه از کجا شد؟ بس جان همی بودنه را ما خود ما یک فارم شا داریم، دمیج داخل فارم شاست و تولید تخم بعد از پروسس سیزونمو که در ماشین میشه بودنه تولید میشه، کلان میشه. بس اینا میره خدمت شما وارد دوستا میمانیم، پخته میکنیم، از پیش لذت میبریم. بسیار خوب، بسیار خوب. چقدر دیر میشه که فارم ایجاد کردین باز؟ فارم تقریبا یک سال میشه. یک سال میشه. تقریبا یک سال میشه از این فارم دیگه. دو نسل تولید داده این فارم. و این ماشین چوچکشی فارم که است تقریبا در حدود 2500 دانه تخم ظرفیت داره که او در هر بار در حدود 14 ماه چیز میبخشید 14 روز دیگه این چیز میشه، تخم به چوشه تبدیل میشه و بس تقریبا
20 25 روز دیگه داره که به خاطر خوردن برابر شم. بسیار خوب. فکر کنم که کره کباب هم آماده است یا چی هست؟ اگر اجازه شما باشه دیگه بودنه برای ما خط ماندیم که پخته شود بعد از دیگه نوش جانش خط کنیم. اجازه ما خواست خب مگم ما میخواییم که همونتا یک جای کار کنیم. خوب است میشه. فکر میکنم. میشه بگیرین خواهی شما یکم آتش زغالش پرتین ما دیگه چیزا میپرتم. ما که سلاح کردم کار سخت بر ما ماندی. کار مشترک است. وقتی که ما اینا چیزا بگیرم مایی رو بگیرم من میشم بمانم. آها. و نه کمی میشه که شما از چی استفاده کنین؟ بیاین بیاین شو بگیرین اینه بودن آرام بگیرم میمانم برتن. خداوند عزت نصیبتان بکنه با جمع از دوستا و هموطنان عزیز ما. جا داره که تشکرم بکنم از حامی برنامه ما انرژی اتک مشت پرقدرت. انجینیر سو بفرمایید نوش جان خسته باشین میتونین اتک هم استفاده بکنین. تا برتن کباب تیار میکنم که انرژی اتک بخورین بعد ازو بنوشین بعد ازو کباب لازم ملزوم است. آه دیگه با انرژی پکام بکنیم. پکام بکنیم. دوستان عزیز دیگه حالا هم فکر میکنم که مایی آماده شد. چطور انجینیر صاحب؟ همون تو خمالم میشه که مایی آماده است. خب بس جان امیر خط گرفتیم دمی. خب این قسمه مایی هم آماده شده دیگه. خوب یک بوی بسیار خوب هم از خودش کشیده. باش ببینیم که حالا چطور میشه. چطور آماده؟ وقت نمره دادم. سایش تا دیگه باز بکنیم به خاطر که یک ذره داغ هم است. به به دوستان شما به تصویر میبینین که فوق العاده آماده شده دیگه. خوب نرم هم شده وقت ببینین یک تستش کنین که چطور آمده. نه عالی است دیگه. وقتی خود قدر زحمت کشیدی شک نداریم. فوق العاده است. دوستای درد نکنه نوش جان سر. نوش جان اما قسمی که گفتی که گفتی دلپور دیگه اما تو است. نه جان آه. بودنه هم آماده شده فکر کنم. بودنه هم آماده شده میشه که از این بودنه هم استفاده کنین. نمی سیخ بگیرین. تشکر انجینیر صاحب. تیار شده. ما هم خواد خوردم بخاطر که نام نخورده بودیم. باش دوستا که خوب داغ هم هست. نه داغ هست از چی استفاده کن. چطور آماده؟ مزه بودنه خوب است؟ عالی است. چه حرف نداره. نوش جان کباب خوشمزه در کنارش هم اتک مزه چند برابر میشه. سالاد استفاده نکردین باز جان. سالاد هم وطنی است از این خود ننگرهار. عزیزای دل آرزو میکنم که تک تک شما هم خوش باشین و خنده بر لبهایتون جاری باشه.
واقعا که جای تک تکتان خالی است، مثل که پیشتر گفتم. انجینیر صاحب عزیز، جا داره که بسیار زیاد تشکر هم بکنم از خودت، از مهمان نوازیتان، از اینکه کنار ما بودین و خیلی اوقات ما امروز خوش گذشت. خوش شدم که شما را دیدم و آمدین قربان و اینمی تصویر واقعی ننگرار به مردم افغانستان و به مردم دنیا نشان دادین که در ننگرار این قسم بخیر و سلامت باشین. زنده و سلامت اگر باشین. پیامی دارین، حرفی دارین، کمرای ما در خدمتتان است. پیام خود ما به مردم افغانستانی دارم که کوشش کنین که 40 دهه در افغانستان جنگ شده و هر جوان میتونه انرژی داره که در آبادی وطن خود سهم بگیره. بخیر باشین. اینمی آرزوی ماست. خداوند شما را زنده باشین. در همان خوش آمدین. عزیزای دل، آیسته آیسته ما هم رسیدیم به پایان برنامه های میدان و تای میدان. تا برنامه دیگر، تا ای که باز ما با صدای ایرج یک ساعت مهمان خانه های شما هموطنای نازنین میشم. تک تکتان به الله یکتا و به همتا مسپارم. زنده باد افغانستان، پاینده باد افغانستان.